در 12 برنامه خبری معیار جان. صالح حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم را خواب دیده که تشریف آورده و تسلی داده که شما کشتهایتون همه نزد ما هستند، پیش ما. تناقض در آمار شهدای حادثه 8 مهر زاهدان، استاندار فقط 35 نفر، دفتر ممدومی اهل سنت زاهدان بیش از 66 نفر. همیشه تو گرده بدبختی، مردم در صفای بنزین، مسئولان در خواب، مردم فنود از سوخت رسانی در جایگاه سوخت این شهرستان گلایه‌مندند. و روایتی از آیین بزرگداشت راوی حکایت بلوط دکتر محمود زند مقدم. سلام، اینجا استدیو معیارجان، با من حنیف دیقانی. تا دقایقی دیگر در جریان مهمترین وقایع بلوچستان طی هفته اخیر قرار خواهید گرفت. مدرس خیابانی استاندار سیستان و بلوچستان طی نشستی با خبرنگاران و سردبیران در تهران گفته است در اتفاقات 8 مهر امسال در زاهدان 35 نفر جان خود را از دست دادند. در حالی که دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان در واکنش به اظهارات استاندار در خصوص شهدای جمعه خونین زاهدان با صدور بیانیه‌ای آمار ارائه شده توسط استاندار را خلاف واقع دانسته و بر ضرورت صداقت و بیان واقعیت هرچند به ضرر و خلاف میل باشد تاکید کرده است. بنابر بیانیه صادر شده از دفتر مولانا عبدالحمید، مشخصات حداقل 66 شهید حوادث جمعه خونین زاهدان ثبت شده است و برخی اسامی بنابر ملاحظاتی که خانواده هایشان داشتند ثبت نشدند. همچنین استاندار آمار زخمی های بیگناه این حادثه را حداقل 24 تن اعلام کرده است و احتمال داده که آمار مجروحان به 35 نفر افزایش یابد. اما دفتر مولانا عبدالحمید آمار واقعی زخمی ها را که اطلاعاتشان ثبت شده بیش از 200 نفر اعلام کرده است. دفتر شیخ الاسلام طبق آمار غیر رسمی نیز تعداد زخمی های این حادثه را حدود 300 نفر برآورد کرده که به گفته این دفتر بنابر مشکلات امنیتی که زخمی ها احساس کردند مشخصاتشان جایی ثبت نشده است. به گفته فعالان بلوچ، حال که تعداد شهدا و مجروحین این حادثه مشخص شده است، حکم عاملان و آمران این حادثه چه می شود؟ مردم شهرستان فنوج درگیر صفای طولانی بنزین هستند. مردم دلیل این صف‌ها را نبود نظارت مسئولان می‌دانند، مسئولانی که هیچ وقت پاسخگوی این موضوع نبودند. به گفته یکی از شهروندان فنوجی، وزارت نفت با کم کردن سهمیه سوخت نه تنها گره در هم تنیدی این صف‌ها را باز نکرد، بلکه بر مشکلات مردم افزود و باعث شد بازار سیاه بنزین فروشی داغ‌تر و صف‌ها روز به روز طولانی تر شود. بر اساس این گزارش، مردم فنوج دلیل روی آوردن جوانان به بازار سیاه بنزین را نبود اشتغال پایدار در بلوچستان می دانند. خبرهای کوتاه. مردم نیچر داغدار دختری شدند که ایستادگی را به زنان بلوچ آموخت. مریم رئیسی، فعال فرهنگی حوزه زنان، حصالتاً نیکشری بعد از ابتلا به آنفولانزا جان به جان آفرین تسلیم کرد. وی معلمی فداکار بود که با کارهای خیرخواهانه‌اش برای ارتقای جایگاه زنان بلوچ تلاش می‌کرد. مریم رئیسی در مصاحبه‌ای که 2 سال پیش با معیار جان داشت گفته بود یکی از آرزوها و خواسته های من این است که بتوانم کاری کنم تا در آینده را برای زنان و دختران بلوچ هموارتر شود و آنها بتوانند به آرزوها و اهداف خود برسند. خانم رئیسی
یک معلم بسیار قدردان و مهربان و دلسوز بود که خیلی زحمت میکشید برای موفقیت ما. ما فکر نمیکردیم یه روزی درس بخوانی، ولی اون اومد و به ما دلگرمی داد و بهمون انگیزه داد برای درس. نمیکردم که روزی بتوانم درس بخوانم، ولی خانم رئیسی این انگیزه رو به ما داد که ما میتونیم. بلوچستان، سرزمینی که از آن به عنوان گنج پنهان تعبیر می شود، همچنان در محرومیت به سر می برد. عبدالناصر درخشان، نماینده ایران شهر، در سخنرانی که در جمع نمازگزاران بخش مرزی آشار داشت گفت: مردم بلوچستان چندین سال است که با کمترین امکانات زندگیشان را سپری می کنند و این نشان دهنده صبوری این مردم است. اما آنها باید تا کی صبر کنند؟ دانش آموزان مدرسه استقلال تیزکوپان زیر سقف لرزانش با ترس و لرز درس می‌خوانند. به گفته شورای این روستا 10 سال از کلنگزنی مدرسه جدید می‌گذرد، اما تا الان فقط ستون‌های ایستادی آن نصیب دانش آموزان این روستا شده است. پرداختن به گزارش وضعیت چنین مدرسه‌ای چه پیامدی می‌تواند داشته باشد؟ از سر گرفتن ساخت مدرسه جدید یا دانشگاه ولایت ایران شهر میزبان برگزاری مراسم بزرگداشت شادروان دکتر محمود زند مقدم شد. این مراسم با حضور سخنرانانی از دانشگاه‌های سیستان و بلوچستان، علامه طباطبایی و دانشگاه تهران برگزار شد. هر کدام از سخنرانان از زوایای مختلفی به زندگی زند مقدم پرداخت. گفتنی است دکتر محمود زند مقدم 14 آذر ماه بر اثر ایست قلبی در 84 سالگی از دنیا رفت. وی پژوهشگر و محقق توانمندی بود که نزدیک به 50 سال از عمرش را به پژوهش در فرهنگ مردم بلوچستان گذراند. مجموعه 7 جلدی حکایت بلوچ از آثار ارزشمند دکتر مقدم است که در آن اقلیم و زندگی بلوچ را با لحنی خاص به تصویر کشیده است. روحش شاد و یادش گرامی. در پایان از طرف همه ما در میار جل ممنونم از همراهیتون. حقیار و نگهدارتون.